مدرنیته ایستگاهی است که همه جوامع دیر یا زود از آن عبور می کنند. آیا این حکم بیان یک روند گریزناپذیر تاریخی است یا مثالی است از شیفتگی به مدرنیته؟ سلام من داریوش کریمی هستم یکی از روی کردهای اصلی در توضیح مجموعه تحولات 100 سال اخیر ایران از انقلاب مشروطه تا جنبش سبز این است که آن را تلاش برای حرکت به سوی مدرنیته قلم داد کنند این روی کرد مدرنیته را در یک تعریف کلی کوشش اقلانی انسان برای تعیین سرنوشت خود برای کسب حقوق بشر تعریف می کند. در این تعریف عقل انتقادی و انسان محوری جایگاه ویژه‌ای دارند اما این توضیح تحولات صد سال اخیر ایران و چه بسا این تعریف حامل نوعی شیفتگی به مدرنیته نیست؟ آیا شیفتگی به مدرنیته نسخه تازه از غرب زدگی نیست؟ از مهمانان برنامه امشب میپرسیم تجربه مدرنیته تجربه است گریزناپذیر یا می‌توان از اون پرهیز کرد؟ در پنل اول داریوش آشوری نویسنده و پژوهشگر و احمد صدری استاد جامعه شناسی در کالج لیک فارست آمریکا و مخاطبان اونها در پنل دوم تاهر شاران دانشجوی فیزیک اتمی و سعید آزیش مهندس کامپیوتر خیلی خوش آمدید آقای آشوری خیلی خلاصه میشه از مدرنیته حذر کرد گریزی از اون هست یا نیست والا اول بعد فهمیدیم مدرنیته چیست که میشه از ازش حذر کرد یا نه خب... در واقع قضیه دو وجه داره یکی وجه فکری و نظری است که خب معمولا خیلی میبرنش به قدیم به یونان باستان به متافیزیک یونانی به ارسطو و افلاطون و حالا کل اون که روح یونانی بوده و بعد در دوران مدرن با رنسانس میاد زنده میشه بعد میاد و حالا بعد هم میاد جلو و اون چیزهایی که حالا به تعبیر مثلا مارکس وبر جادو زدایی از طبیعت و یا استور زدایی از هستی از عالم و از طبیعت همه اینها وجوهی است که قلبه فلسفه بر نگرش دینی به و نگرش استوریی به هستی این یه وجهش وش دیگر و بسیار مهمش در لحاظ جهانی و است که با انقلاب صنعتی پیش آمده تغییر شکل زندگی بشر در سراسر کره زمین با قلبه تکنیک و با دستاوردهایی که انقلاب صنعتی داشته از همه جهت که امروزه چنان جهانگیری شده که دیگه اعماق جنگل های افریقا و جنگل های آمازون هم ازش مسئول نیستند و تا چرا رسد به ای از نوع جوامعه ما به این ترتیب و نتیجه میگیرید که چون هیچ کدوم از این جوامع ازش مسئول نیستن نمیشه از اون هم حذر کرد و نمیشه دورش زد بعد این جهانگیری تکنیک و آنچه که ادامه انقلاب سنتی و امروز به جهان کره گیر شدن تکنولوژی اون چیزی است که ازش دیگه گریزی نیست و کل شکل, شکل, زندگی بشر رو در سراسر کره زمین عوض کرده و بیشتر و بیشتر عوض میکنه این انقلاب تکنولوژیک و اون مبناهای فلسفی و نظری رو میشه از هم جدا کرد در متن تمدن غربی و بحث راجع به ریشه های مدرنیته البته نمیشه جدا کرد ولی در جای بقیه عالم در واقع اونجا که آمده عوارض انقلاب صنعتی است که آمده مثلا ژاپنی که صنعتی شده به اون مقیاس رقیب غرب هست درش اول انقلاب فکری و انقلاب فلسفی اتفاق نیفتاده بلکه مستقیم رفتن در سراغ تکنولوژی بقیه بشریت همه عاشق و تشنه تکنولوژی هستند اونچه که در عرض همین 30 سال مثلا در چین اتفاق افتاده در هند اتفاق افتاده در ایران ترکیه همه جا اتفاق افتاده و در برزیل اینها امتداد انقلاب صنعتی و مسئله کشش به سوی تکنولوژیست و که شکل زندگی بشر رو به کلی از اساس تغییر داده دیگه شهرنشینی زندگی ماشینی و همه چیزهایی که عوارض این قضیه است سیستم های ارتباطی و غیره که آقای دکتر صدری که استاد جامعه شناسی هستن از بنده بهتر میدونند و میتونن توضیح بدن و حال این اینا دیگه جهانگیرند و بیرون از این متن حتی امروز دیگه اشایر مثلا ممسنی هم زندگی نمیتونند بکنند یا قبایل افریقایی هم آقای صدری این جدایی که آقای آشوری بهش اشاره کردند اینکه مبناهای فلسفی به کنار میبینیم که مدرنیته به شکل انقلاب تکنولوژیک در جهانگیر میشه به کنار شما فکر میکنید که میشه واقعا تجربه مدرنیته رو دور زد به نظر من از یک جهاتی که آقای آشوری هم فرمودند این واقعیتی است که الان ما درش زندگی میکنیم انقلاب صنعتی و انقلاب علمی انقلاب صنعتی از نظر تکنولوژیک دنیا رو متحول کرده انقلاب علمی از نظر شناخت شناسی کیهانشناسی، شناسی اون کیهانشناسی شناسی سنتی رو در هم نوردیده دیگه نمیشه به اون جهان شناسی زیبایی شناسی فلسفه ما قبل مدرنیته بازگشت و علاوه بر اینکه از نظر صنعتی انقلاب صنعتی جهان رو در بر گرفته و نمیشه این رو پشت کرد به این حتی اونهایی که میخوان برگردن بنیادگرانه یعنی که میخوان در این تصور خودشون برگردن به یک دین هزاران سال قبل اونها هم استفاده میکنن از اینا ولی علاوه بر جنبه صنعتیش جنبه های دیگر مدرنیته هم جهانی شده یعنی مردم سالاری حقوق بشر اینها چیزهایی نیستش که هیچ کسی در این دنیا بخواد بدون اونا زندگی بکنه یعنی الان کاپیتالیسم از نظر اقتصادی دموکراسی و مردم سالاری از نظر سیاسی حقوق بشر از نظر به فردانیت و و آ، 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 کرامت انسان اینها همه فراورده های مدرنیته است که درست مثل همون داستان انقلاب صنعتی یه چیزهایی هستش که همه میخوان با این زندگی بکنن هر جای دنیا شما برین دولت ها اگر هم مردم سالار نیستن به دروغ میگن ما مردم سالار هستیم یعنی این یه دارن میپذیرن مشروعیت این رو و مردم میخوان برن دنبال مردم سر بخشی از اون مبناهای فلسفی مدرنیته اونجوری که آقای آشوری گفتن اسطور زدایی است این اسطور زدایی رو البته از خودشون مشخصتر میپرسم که منظورشون چه است ولی شما فکر میکنید که میشه معنویت دینی و مدرنیته رو با هم جمع کرد خب در ابتدای شروع نهضت روشنگری که یکی از جنبه های مدرنیت هست جنبه اقتصادی داره که کاپیتالیسم جنبه سیاسی داره که مردم سالاریه جنبه فلسفی داره که این در واقع فلسفه روشنگری هستش که در اونجا در ابتدا تصور میشد که این دیگه با آغاز علم و انقلاب علمی و صنعتی جایی برای معنویت نمیمونه نمی در دنیا دو تا اتفاق افتاد اول اینکه دین به مواضع جدیدی عقب نشینی کرد و خودش رو باز تعریف کرد و تداوم پیدا کرد در دنیای مدرن و دوم اینکه در عصر مخصوصا در ربع آخر قرن بیستم و اون چیزی که از قرن بیستم دیدیم بنیادگرایی هم در همه ادیان داره باز میگرده اینه که به نظر من در برخورد ما با مدرنیته ما نباید به صورت یک استوره به مدرنیته نگاه بکنیم یا به صورت یک جریان تجویزی بهش نگاه بکنیم من ترجیح میدم که ما برخوردمون ما با مدرنیته برخورد تحلیلی مقایسه ای ابطال پذیر باشه و اونجا هم که ما میخوایم سوال بکنیم که ما به عنوان ایرانی ها چه مقدار از مدرنیته میخوایم بپذیریم کجاهاش رو با چه تعدیل و جر و تعدیل هایی میخوایم این رو بپذیریم اونجا هم البته جنبه تجویزی پیدا میکنه ولی همیشه ما باید این جنبه مقایسه ای رو در ذهنمون داشته باشیم و هیچ وقت به صورت یک جریان محتوم یه چیزی که مثل مثلا قوانین فیزیکی هست بهش نگاه نکنیم آیا آشوری هیچگاه عنوان یک چیزی که محتوم هست و گریزی ازش نمیشه داشت نباید به مدرنیت نگاه کنیم شما با این موافق هستید من چندان به نظر دکتر صدری موافق نیستم یعنی قضیه به اون صورت جلوی ما طرح نشده که ما بتونیم انتخاب بکنیم من اینجاش رو میخوام اونجاش رو نمیخوام البته تو بحث نظری میشه بحث انتلیکتویل میشه خب بگیم که کجاش خوبه کجاش باید انتقاد کنیم ایراد بگیریم ولی در اونچه که در کل جریان در سطح جهانی میگذره اونقدر پر نیرو و پر با شدت آمده و جهانگیر شده که کسی اختیار و انتخابی در مقابلش در واقع نداره و تحبیل یکی از متفکران غربی اینه که مدرنیتی یک سونامیه شما فکر میکنید واقعا به این شکل گریز من در واقع حتی با چیز تحبیلش در واقع مقایستش میکنم با اونچه که در تاریخ طبیعی اتفاق افتاده که با اون, اون کاتاستروفی که یا حالا واقعه ها فاجعه هر چی هر جوری بخ... معادل بذاریم برای این کلمه که باعث شد در عالم طبیعت مثلا سوسمارسانان دینوزورها از بین رفتن و پستانداران رشد کردن و از کره زمین رو تصرف کردند یک چنین اتفاقی به نظر من روی در سطح جهانی افتاده okay. که بسیار قوی از اونهایی که ما خیلی بخوایم که میشود در سطح انتلیکتوال انتقادی بهش right. نگاه کرد ولی در سطح واقعیت و عمل جا... جهانی اونقدر انتخابی ما نداریم در مقابلش تا اون حد گریز که حادثه طبیعی انقراض دایناسورا این چیزی که آقای آشور میگن آقای صدری قبل از اینکه به مخاطبانتون بریم خیلی خلاصه شما نظرتون هم میده من در این موافق هستم که تحول اساسی رخ داده در دنیا این چیزی نیست که ما بتونیم بگیم ما انتخاب داشته باشیم بگیم این نشده یا برگردیم به ما قبل این ولی برخلاف فرمایش آقای آشوری من معتقد نیستم این مدرنیته یه چیزه در درون همین اتفاقی که افتاده امکانات زیادی وجود داره امکانات عینی زیادی وجود داره این امکانات به شما امکان گزینش میده قطعا مثلا فرض کنید ما میگیم که نقش مذهب در جامعه مدرن باید چی باشه شما یه مدل آمریکایی دارین یه مدل اروپایی دارین یه مدل آمریکایی لاتین دارین در درون همین مدرنیته یه مدل چین دارین یه مدل ژاپن دارین در درون این اینقدر تنوع... تنوع هستش که در درون همین ها ما میتونیم این انتخاب ها رو پیدا بکنیم بسیار خوب به مخاطبانتون بریم آقای شاران سوال شما احیانا از آقای آشوری یا آقای صدری صحبت های خوبی رو مطرح کردن در تا جایی که من موضوع رو تعقیب کردم دو موضوع اینجا مطرح شد به نظر من مدرنیزم اگر یه تعریف بده من چیزی چه که من فهمیدم میتونم بگم مدرنیزم تمدنی که ای 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 تکنولوژی همراهش آمده تقریبا عالم گیر شده و همه تقریبا این قبول دارن و گریز نداره این فرق نمیکنه شما در افریقا هستین در دورترین نقطه آمریکای لاتین هستین آسیا در این قسمت گریز نیست ولی سال من در قسمت مدرنیزم فرهنگی است در جایی که بحث مسائل فلسفی و جامعه شناسی مطرح است در این قسمت ما چه اندازه میتونیم با شرایط که وجود داره فعلا مدرنیزم ایجاد شده از غرب آغاز شده و بخوایم نخوایم راه پیدا کرده به جوامع ما و شما هم در این شرایط تا چه اندازه ما میتونیم مدرنیزم که فعلا با این روان حرکت میکنه با شرایط بومی خودمان اقلیمی خودمان این ما تطابق بدیم یعنی آیا ما انتخاب داریم میتونیم بعضی چیزا همونجوری که جناب صدری گفتن انتخاب بگیریم بگیم نه این قسمت شما دوست داریم انتخاب میکنیم میگیریم این قسمت شما دوست نداریم بله. و ما نمیخوایم از, از صرف نظر میکنیم منظورتون از بومی کردن مدرنتر میتونید بگید چه یعنی چه بخشایی از مدرنیته رو فکر میکنید باید بومی کرد یا چه بخشایی رو نگیرفت و دور انداخت فعلا در جامعه های ایران یا افغانستان چیزی که خیلی بخش اومده است چون فرهنگ با مذهب آمیخته است و یک بخش عظیم از فرهنگ از توسط دین است یا است خب درست. و این بخشش منظور ما هست که ما چطور میتونیم مدرنیزم فعلی را با این بخش دینی خودمان که در جامعه داریم تطبیق کنیم ما میتونیم بعض بخش رو بگیریم بعض بخشش رو نگیریم آیا شوری میشه نوعی از مدرنیته بومی تدوین کرد که در اون جای مذهب حفظ شده همجوری که در سنن و در فرهنگ جامعی مثل افغانستان و ایران؟ بل همطور که آیریز و سعزی گفتن حال ما انواع تجربه های مدرنی رو داریم نوع امریکاییش، اروپاییش، چینیش، ژاپنیش و الان در دنیای اسلامی مثلا در ایران در ترکیه در افغانستان اینها ما این تجربه های متفاوتی رو شاهد هستیم از ورود مدرنیته و تاثیراتی گذاشته طبیعی است که مدرنیته و تکنولوژی و ذهنیتی که با خودش میاره در همه جا تاثیر یکسان نداره وارد یک فضا و محیط بومی میشه که خود به خود با عناصر بومی درگیر میشه عناصر بومی رو تغییر شکل میده خودش نسبت به با عناصر بومی تطبیق پیدا میکنه مثلا نوع تجربه ژاپن به حال تجربه خاصی است از حتی مثلا مقدار زیادی عناصر فئودالیسم ژاپنی آمدن توی تکنولوژی و صنعت و سرمایه‌داری شاید به طور خاص اینه که در این روند بومی کردن مدرنیته میشه جایگاه دین رو حفظ کرد یا نه مسئله جایگاه دین خب دین خودش جایگاه خودش رو به هر حال پیدا میکنه یعنی دین یه عاملی نیستش که اونقدر ریشه دار و عمیق هست توی فز... توی زندگی انسانی و به حال یک عنصر اساسی فرهنگی توضیح دهنده جهان حتی پایه فرهنگ بشری است تا... قبل از مدرنیته و تا قبل از نگاه انتقادی به دین و حمله به اصطلاح خرد ای که روشنگری مثلا فرانسوی کرد به دین دین پایه فرهنگ و زندگانی بشری بود و در جامعه مثل جامعه ما هم تا همین 50 60 سال پیش این گونه بود و حالا مثلا اتفاقی که افتاده در جامعه مثل ما مثلا با انقلاب اسلامی البته این هم یه حادثه خیلی جالبی است که چون جامعه مثل ایران همچنین افغانستان و ایران شاید به یه معنا عمیق‌تر و جلوتر به هر حال درگیر شدن با فرهنگ بومی خودشون و با دین به عنوان یه عنصر اساسی که حالا با دایره های تازه اومده روی صحنه با دائیه قدرت سیاسی و تسلط سیاسی اومده در نتیجه درگیری با مبانی فکری مدرنیته پیدا شده یعنی به یه نحوی که من یمان یعنی نمی‌کنم هرگز در ژاپن مثلا یا در چین چنین اتفاقی به این صورت افتاده باشه و این بحث های به حوزه علوم انسانی حوزه فلسفه به این با این رشد و رونقی که مثلا در ایران پیدا کرده نشانه این است که به حال ما داریم بازبینی فرهنگی می کنیم که شاید بیشواهت به آنچه که در اروپا اتفاق افتاد نیست یعنی شاید این, این و دین از این بازبینی فرهنگی مسئول نخواهد بود طبیعتا یعنی دین به حال از نو باز خودش رو تعریف میکنه از حالا از طریق روشنفکران دینی به یه نحوی از طریق به حافظ محافظه‌کاران و سنت پرستان به یه نحو دیگه ولی به خودش رو به حال با شرایط جدید تطبیق میده از جمله به عنوان یک قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی خودش رو رو سکولاریزه میکنه یعنی من دقیقا اعتقاد دارم که اونچه که اتفاق افتاده در ایران از طریق انقلاب اسلامی و با نحوه خانشی که مثلا آیت الله خمینی از اسلام کرده به عنوان دینی که آمده برای تاسیس دولت این یک خانش سکولاره در بن اینجا یعنی در واقع قلبه مدرنیت است در عمق در بر اونچه که خوب خودش رو دینی میدونه و دین رو در واقع از از عمق تغییر شکل داده بله. یعنی مقدار زیادی سکولاریزه کرده به این ترتیب شما به این به عنوان یه روند مثبت نگاه میکنید به این بله, بله, بله یعنی به حال می شود گفت که اونچه که مثلا توی جامعه ایران و شاید هم مثلا تاثیراتش توی افغانستان به هر حال همزبانی خودش یک عامل خیلی مهم انتقال همه این دستاوردهاست و داد و گرفت مدرنیته باعث محو تفکر دینی نمیشه نه. چون شما در تعریفتون گفتید که مدرنیته نوعی استور زدایی است و در این حال به انسان محوری توی نوشتهاتون اشاره کردی به عنوان یکی از پایه های مدرنیته در فرهنگ های خدا محور مدرنیته کجاست؟ این سوالی است که طبیعتاً تر خواهد شد در ارتباط بین دین و مدرنیته خب در واقع اون خدا خودش رو بر به یک نحوی با انسان محوری تطبیق میده یا حتی به یه نحوی انسان مهوری همین قضیه که حقوق بشر بله. و اینها به عنوان اساس زندگی سیاسی حقوقی انسان مدرن وقتی بله. که میاد در واقع اون خدا محوری قرون وسطایی جای خودش رو باید بده به این انسان محوری بله. و در واقع نوع تعریف تازه از از خدا و انسان هم. بله خب اجازه ببینیم آقای آزیش چه سوالی دارن بله بنده سوالم خطاب جناب صدری هست شما از رابطه مدرنیته و نظام سرمایه‌داری گفتید و آیا شما اینو مدرنیتر رو زاده نظام سرمایه داری میدونید و آیا این علم و انقلاب صنعتی نبود که باعث مدرنیته شد و فقط اینا همزمان شدن با هم دیگه و دیدگاه شما رو میخواستم بدونم که من تصور میکنم که یک این اصطلاح سونامی خوبه برای اینکه یک اتفاقات جالبی در تقریبا همزمان اتفاق افتاد با هم دیگه و اینا بعضیشون به هم مربوط بودن بعضیشون مربوط نبودن مثلا این روشنگری این فلسفه اروپایی که خاص دوباره های خودش رو در فرهنگ یونان بیابه انقلاب علمی و انقلاب صنعتی اینا با همدیگه در کم و بیش در یک زمان و بعدم انقلاب سرمایه داری اینها با همدیگه که جمع شدن نتیجه کلیش این بود که یک بار دنیا رو کاملا زیر رو, زیر رو کردن به نظر من به عنوان یک جامعه شناس من جنبه به تغییر دهندگی سرمایه داری رو خیلی اساسی میدونم من معتقدم اصلا اقلانی کردن هیته اقتصاد در جامعه هرچند که این هم ریشه های مذهبی داشت همونطوری که ماکس فبر به روشنی بحث کرده در اخلاق پروتستان خودش ولی در عمل این باعث شد که یک نوع افسون زدایی بشه از دنیا افسون زدایی که میشه این به این معنی است که دین از بین میره بلکه دین اساتیری از بین میره اونی که به وجود میاد یک تقلیز و تلخیصی میشه از دین دین میره از دین اساتیری تبدیل میشه به دین فرض کنید یک کسی مثل ویلیام جنس و کرکگارد که در واقع یک رابطه معنوی خیلی خلاص و خالص در یه حد خیلی بالا هسته این رابطه شخصی است یک رابطه با. شخصیست حالا البته سوال بعدی اینه که آیا در مدرنیته دین الزاما خصوصی خواهد شد یا نه میتونه جنبه های اجتماعی هم داشته باشه ولی به هر حال این هستش که دین دوباره خودش رو باز تعریف میکنه یکی از مسئولاتی که مدرنیزم فعلا مدرنیزم با خودش آورده و یا میتونیم بگیم میواش دموکراسی هست بعد دموکراسی که خب بحث در مورد زیاد است ما خیلی کسا داریم در غرب مثل جیمز کی میگه دموکراسی یا بسته که ما در غرب داریم این بسته فقط در جوامع که مردمش آرام است و تساهل پذیر است تطبیق میشه ولی در کشورهای مثل چین کشورهای اسلامی این بسته جوابگو است اول سوال من از شما این است که آیا در قسمت دموکراسی ما باز میتونیم بسته غربی را سلکت کنیم گزینش بر یا باید همه بسته را قبول کنیم یا باید همه چی قبول کنیم یا که هیچ چیز قبول نکنیم با مسئله مدرنیزیشن با تکنولوژیک ضرورتا با دموکراسی پیوند نداره بلکه خیلی از جوامع با دیکتاتوری و با زور و ضرب پیش رفته خود ژاپن نظر نمونه خیلی کلاسیک قضیه است چین الان تمام این آسیای شرقی که به مدرن شدن و از نظر تکنولوژیک مدرن شدن جامعه صنعتی شدن اینا همه در زیر قدرت دیکتاتوری و با سازماندهی به زور به یعنی میشه مدرنیته بدون دموکراسی رو اجرا کرد ولی برداشت من این است که سوال این است که دموکراسی به عنوان یک مدلی که از درون مدرنیته برآمده آیا اون رو هم به عنوان یک بسته باید پذیرفت یا میشه اون رو هم بومی کرد خب مثلا ما تجربه هند رو داریم که تجربه خیلی بزرگ مهمی است در جهان به دلیل یک جنبش خاصی رهبری خیلی هوشمند و خردمندی که هندو، هندوستان داشته گاندی و نهرو و اینها و به حال توانسته اون جامعه به اون با اون همه پیچیدگی و تنوع قومی زبانی و غیره و همه, همه مشکلات و مسائل رو بالاخره یه نهادینه کرده دموکراسی رو در اونجا و این دموکراسی داره کار میکنه به یه نحوی با یک عناصر عمیقی در فرهنگ هند سازگار بوده یعنی نه. یک اون به اصل رواداری نرمشی که در دین هندو به صورت سنتی بوده و پذیرا باکرده. بوده بعد این برخورد هند و انگلستان البته باز و حتی حتی کلونیالیسم انگلیس هم شد عامل مهم و موثری بوده نوع نگرش و اتیتیود به انگلیسی که تاثیر گذاشت رو روی به الیت هندی و هم بخ... ب... 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 یک ترکیبی از اینجا به وجود آمد جز ببینیم آقای آزیش که سوالی جانم سعدی شما درباره برای... مسئله مربوط به ایران فرمودید گفتید که فکر کنم خیلی برای همه هم جالب باشه شما فکر میکنید که چرا سران ایران مدرنیته رو به یه شکلی سعی میکنن باش مبارزه کنن و من دیدم که یک نوع تقریبا دعوایی بین جامعه فعلی ایران هستش بین سنتی بودن بین دین و مدرنیته آیا فکر میکنید یعنی اینها این رو نتیجه نظام سرمایداری و قرب زدگی میدونن یا اینکه کلا چرا سعی میکنن باهاش مبارزه کنن با مدرنیته البته اگر شاید ما از خیلی از این آقایون بپرسیم من میگم آقایون برای اینکه معمولا آقا هستن از ازشون بپرسیم واقعا ممکنه خیلیشون بگن نه ما مخالف نیستیم ما با قسمتای بعدش مخالفیم یا اینکه مثلا ما مدرن واقعی ما هستیم ولی واقعیت این هستش که تجربه ایران یه تجربه قدرت گرفتن بنیادگرایی در این دنیا اگر که شما از رهبران مسیحی های دست ها آمریکا که بنیادگرا هستند تقریبا یه 90 میلیونم پشتیبان دارن همینطور که آقای آشور فرمودن در همه جنبه های زندگی آمریکا هم در واقع اون جدایی دین از سیاست که در ابتدا در قانون اساسی آمریکا به وجود اومده بود تا مقدار زیادی اینها این رو در واقع عقب نشینی کردن ازش در واقع دین نقش خیلی زیادی در جامعه داره از اونها هم اگر شما بپرسین اونها هم با مدرنیتی دعوا دارن اونها هم دشمن اساسیشون یا آقای... آقایونی که مثلا توی تلویزیون صحبت میکنن اینی که میگن که این سکولارها ها، این مدرن ها این, این سکولار هیومنیزم، این اومانیست های سکولار هستن که دشمن ما هستن اینها هم در ذهنشون این هستش که الان دارن در کتب درسی آمریکا از طریق کاملا دموکراتیک وارد شدن اون جاها رو گرفتن و کتب درسی دارن یه جوری تعریف میکنن که بگن اصلا آمریکا از ابتدا یک حکومت مسیحی بوده دارن میرن به سمت به, به, به سمت یک الهیات دامینیشنیست یه الهیاتی است که در واقع یه نوع الهیات بنیادگراییه این بنیادگرایان چه در ایران چه در هند چه در اسرائیل چه در آمریکا همه جا با این که تسلط نهاد دین به چالش گرفته شده در مدرنیته با این دعوا دارن میخوان بازگردن به یه دنیایی که تسلط خودشون رو حاکم بکنن در ایران چه... اینا پیروز شدن و چرا دنبال این تسلط هستن؟ آیا... منظورم برای چی از مدرنیته میترسن؟ چرا دنبال تسلط دین هستن؟ برای همین که در واقع... بنیادگیرهایی یعنی همین یعنی در واقع بازگشتن به یه دنیایی که این تسلط دین... از بر جامعه از, از, میان نرفته بوده و اینها در واقع جریان به مفهوم خیلی عینی کلمه میخوام بگم نه به مفهوم ایدئولوژیش ارتجایی میخوان بازگردن به یه دنیایی که در اونجا تسلط دین بر, بر نهاد اجتماع وجود داشته در غرب این اتفاق نیفت، دیگه خیلی یعنی اینها پیروز نخواهند شد برای اینکه غرب این راه رو رفته تسلط دین بر نظام های اجتماعی در قرب در وجود داشته هزار سال ما تئوکراسی بیزانسی رو داشتیم 400-500 سال تئوکراسی تیو... کاتولیک رو داشتیم در پرست... های پردستان در جاهای مختلف از ژنو و شهرهای دیگه اینا همه حکومت های طالبانی مسیحی تشکیل داده بودند. اینها از اینا گذشتن ما در تمدن اسلامی به نظر من در این انقلاب اسلامی ایران همینطور که آقای آشوری هم فرمودن واقعا ما یه جریان آموزش جمعی بوده که قرب از اینها گذاشته و ما هم داریم میگذریم ما هم داریم میآموزیم ولی صحبت از بنیادگرایی شما کردید الان میگی البته داریم میگذریم از این مراحل بازگشت بنیادگرایی نوعی شکست مدرنیته نیست یا نه این خودش محصول مدرنیته است آیا آشوری من گمان میکنم به حال چون هر چیزی هر هر فنومنی هر پدیده ای که در یه متنی اتفاق میفته ارتباط داره با اون متن و این ف... مثلا بنیادگرایی اسلامی یا هر انواع دیگه اینها هم با با های دنیای مدرن با دنیای سنتی با دنیای ارتباطات با دنیای احزاب با دنیای ایدئولوژی ها خیلی ارتباط داره و یه مقدار زیادی شکل دنیوی در واقع اون, اون چیزهایی هستن که در گذشته یعنی مسئله حاکمیت خدا و جا و جامعه جامعه مذهبی که کلش به حال در بستر دین بود جای خودش رو داده به جامعه ای که اینها یک 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 بخشی یک گوشه یک حاشیه ای هستند و بعد هم از تمام امکانات و ابزارهای قدرت این جامعه میخوان استفاده کنند که بر برش مسلط بشن و از ابزارهای تبلیغاتیش از وسایلش از از وسایل تخریبش از وسایل کشدارش از همه اینها حتی مثلا در هند از هندویسم که خب یک دین خیلی گسترده خیلی با شاخه های بسیار و خیلی به صورت تولران بود خیلی روادار بود هر فرقه هر مذهبی میتونست در کنارش زندگی کنه فاندامنتالیسم هندو در اومده بله به اونجوری که شما میگید بنیادگرایی میشه گفت قیام حاشیه است علیه روند عمومی اما یک سوالی که برمیگرده به موضوع قانونی برنامه من شما بپرسم بعد ببینم آقای صدری هم نظرش چی در این مورد؟ آیا واقعا شیفتگی به مدرنیته نوع جدیدی از غرب زدگی نیست خب بله میشه شود اینجوری هم تعبیر کرد نوع جدیدی از غرب زدگی البته خب غرب زدگی یعنی اشتیاق به غربی شدن بله بدون به هنوز غربی نبودن یا به اصلاح در راه بودن اما وقتی که خب میرسین شما به جامعه صنعتی مدرن و شکل زندگی مدرن رو زندگی میکنید حالا اللحاظ ذهنی هم اگر که خیلی فیلسوف نشده باشید و مثلا مبادی اندیشه مثلا مدرن رو اندیشه سکولار رو نپذیرفته باشید با, اندیشه دینی هم میتونید تو این فضا زندگی بکنید و دینتون هم اندیشه دینیتون هم منطبق با این باشه و دیگه غرب زدگی نیست شما غربی شدید یعنی تسلط جهان تکنولوژیک و شکل زندگانی تکنولوژیک مدرن این یعنی غربی شدن به در, در ساحت اجتماعی بله لزومی نداره حتما با ساحت فلسفیش هم ارتباط داشته باشه ساحت ببنی. فلسفیش اومانیسمه به قول خودتون انسانگرایی فکر میکنید میشه به این شکل پیش رفت بدونی که به اون ساحت فلسفی در با اون درگیر شد خب در حوزه شد. حقوقی سیاسی سازمان دولت و غیره اینها بر مبنای همین اصل انسان باوری و حق حقوق انسانی به حال شکل میگیره نظام اجتماعی ها. دولت تمام کشاکشها امروزه بر سر همین داست، بر سر همین داستانه آی صدری آیا شیفتگی به مدرنیته غرب زدگی نیست اولا که به نظر من استقراص تمدنی یعنی تمدن ها از همدیگه قرض بگیرن در تاریخ تمدن بشری این قاعده بوده همیشه تمدن ها به همدیگه نگاه کردن از همدیگه قرض گرفتن الانم کسی که توی همین لندن الان هفته ای پنج بار داره یوگا میکنه ای هفته دوبار دو بار تای چی میره در این دنیا هیچ کس فکر نمیکنه من پس شرق زده شدم تمدن ها از هم دیگه قرض میگیرن ما لازم نیست که بگیم که فرض کنید دموکراسی مال اصل اسلامه کما اینکه بعضی از مدرنیست‌های مذهبی در اواسط قرن 20 اینو میگفتن ما به راحتی میتونیم بگیم این چه غربیه منتها ما این رو قرض میگیریم اینو از اونا... ولی فکر میکنم آقای شاران سوالی داشتن بپرسن که البته موضوع که مطرح کرد در مورد عقل گرایی خب اولین کسی که مسئله عقل گرایی رو زیر سال برد کان بود که ما تا چه حدود می توانیم به عقل اعتماد کنیم آیا چون من خودم بکگراند فیزیک دارم مسائل تئوری که از نگاه فیزیکی ما تحلیل می کنیم چطور است اگر ما خطا داشته باشیم آیا ما واقعا در عقل خطا داریم یا نه و اگر ما خطا داریم چه نوع خطا داریم اگر ما خطای احتمالی داشته باشیم رندم ایرور داشته باشیم خب مشکل نیست با یه چیز اندازه میگیری چند فندازه گیری, گیری میکنی می حل میشه ولی چی اگر ما سیستماتیک خطا داشته باشیم خطای سیستماتیک داشته باشیم با وجود این خطای سیستماتیک وقتی ما با بوندرنیزم برخورد میکنیم چه، به چه اندازه ما میتونیم بگیم که ما نزدیک به واقعیت هستیم حداقل چطور میشه ما که اقدر روی اقلانیت تکیه داریم برای در سیستم مدرنیزم چطور میشه اگر هم چی خطای سیستماتیک داشته باشیم این خطا رو چطور ما میتونیم جبران کنیم در سیستم مدرنیزم ببینید تصور من این استش که ما الان در یک شرایط بسیار خوبی هستیم ما میتونیم انتخاب بکنیم من معتقدم از نظر سیاسی من مدرنیست هستم یعنی تفکیک نهادهای مختلف تفکیک دین و سیاست و حیطه های مختلف زندگی انسانی کاپیتالیسم چیز خوبی دنیا رو مردم رو به رفاه رسونده از گرسنگی در آورده مردم و به حال یه چیزای خوبی هستش ولی از نظر فکری هیچ اشکال نداره که آدم پست مدرنیست باشه یعنی اون تفوق عقل دو تا, تا چارت های عقل معاشه به قول شعرهای خودمون این رو آدم لازم نیست همش با این راه بره یعنی آ... چه فیزیک جدید چه به اصطلاح معنویت جدید همه اینا به این رسیدن که در واقع بین ذهن و دنیا اونطوری که مدرنیسا فکر میکردن این ذهنیت کله بر دنیا نیست پارازیت دنیا نیست یک رابطه خیلی نزدیکی بین ذهنیت و عینیت وجود داره اون گربه شردینگه رو همه میدونیم دیگه یعنی واقعا آ... به صلاح آگاهی ما و واقعیت یک رابطه نزدیکی دارن با هم دیگه ولی این به این معنی نیستش که چون اینطوریه پس ما عقلانیت بندازیم دور من از نظر زندگی سیاسی از نظر زندگی اجتماعی یه لحظه نمیخواد بدون اعلامیه جهانی حقوق بشر زندگی بکنم حاضر در نظر جا... فلسفی ولی از نظر فلسفی اگر من میخوام به به دنیا فکر بکنم لازم نیست رو محدود بکنم در عقل مدرنیستی من میتونم بیام فلسفه معنویت و به سنت های مختلف دینی از هندو و از از چیزای آشوری... چینی از همه اینا ما میتونیم انتخاب بکنیم آیا شوری آی صدری میگن از نظر سیاسی میشه مدرن بود ولی از نظر فلسفی میشه غیر مدرن بود میشه پست مدرن بود میشه معنویت های دیگر رو گرفت بله این خب تجربه هاش ما در جهان داریم فرض کنید که ژاپن وقتی که مدرن شد از تکنولوژیک و تبدیل شد به قدرت صنعتی و قدرت نظامی بزرگ جهانی ولی مذهب شینتویسم بود که یک شکل خیلی به صورت ابتدایی دین هست و دین رسمی دولت بود و ایدئولوژی رسمی دولت بود و با ژاپن به اون معنا هرگز با اقلانیت مدرن ارتباط برقرار نکرد و هرگز اگرچه خب بعد از جنگ جهانی دوم دموکراسی رو امریکایی ها در واقع یک جور تحمیل کردن به اونجا و یه به یک صورتی هم جا افتاده ولی هرگز با اقلانیت مدرن به معنایی که مثلا فرانسه یا انگلیس مثلا تماس داشتن اونها هرگز تماس برقرار نکردنی یعنی اگر وچه اجتماعی اقتصادی تکنولوژی که چیز رو نگاه بکنیم اون ارتباط ضروری با بقیه قسم همچنان ارتباط ضروری با دموکراسی نداره ارتباط ضروری با فلسفه مثلا کانت و هیل هم نداره و که بلی. این که مدرن شدن یعنی که مثلا سراغ کانت و ما حتی در ایران این تصور وجود داره در ابتدای صحبتاتون این رو از این جهت پرسیدم که در ابتدای صحبتاتون گفتید که نمیشه گزینشی با مدرنیته مواجه شد بعد این حرف من خلاف, خلاف خلاف خلاف, اون حرف اگه نیست بدید منظورتون چی بود ببینید مثلا اینکه که اون چیزی که جهانی شده اون وجه تکنولوژی که مدرنیت است در واقع وجه اقتصادی فنی مدرنیت است که به صورت سرمایه‌داری جهانی به صورت نظام‌های به حال مدرن تکنولوژیک همه, همه جا رو گرفته من که ژاپن که مثالش رو میزنید گفته میشه یکی از نجات پرست ترین جوامع مهاجرایی که از آسیا به ژاپن میرن ممکنه تاخر آخر عمر نتونن شهروند اونجا بشن آیا این نتیجه این نوع برخورد گزینشی با مدرنیت است جامعه‌ای که اینقدر پیشرفته است به قول شما مدرنیسم تکنولوژیک گرفته ولی بنیادهای فلسفیشون نگرفته آیا دلیلش اینه نه ولی به هر اون بنیادهای بومی خودش یعنی اون چیزی که جاجا ولی آیا رو با... یک جامعه ایدال منتهی میشه این برخورد گزینشی که در نه اصلا مثلا جامعه ایدال رو رها کنیم در واقع اون چیز که واقعیت مهم یعنی اون چیزی که ژاپن رو برانگیخته که به طرف تکنولوژی بره بهتر منظوره نه جامعه ایدال منظور جامعه بهتره حالا جامعه بهتر هم باز بر حسب تعریف زمانهای مختلف میتونه متفاوت باشه جامعه بهتر یکی از تعریفش اینه که درش نجات پرستی نیست درش نجات پرستی نیست ولی ولی من خودم تجربه کردم در ژاپن نجات پرستی رو حتی بعضی رستوران ها بله. قیافه هم شبیه ما قی... رو که قیافه دیگه این نتیجه برخورد گزینشی با مدرنیته نیست آقای صدری از شما می‌پرسم. برخورد گزینشی نبود یعنی ژاپن رفتش یک سر با کله سراغ تکنولوژی بله. و و گرفته ولی ولی آورده توی فضای درونی خودش دنیایی که شگون درش حاکم بودن دنیایی که فودالیسم ژاپنی توش حاکم بوده دنیایی که روحیه میلیتاریستی ژاپنی توش حاکم بوده و از از درون اون بعد عناصر ایدئولوژیکی رام که از غرب گرفته مثلا متناسب با همون ساختار خودش یکی از چیزهاش مثلا همین راسیسمه بله. احساس برتری خودشون به عنوان ژاپنی و این نتیجه اون انشقاق نیست که تکنولوژیش رو میگیری ولی بنیادهای خب فلسفیش این اش ای همطور که آشوری هم فرمودن این, چیزی نیست این ناشی از گزینش نیست این تناقضا در درون مدرنیته بوده مدرنیته هم مثل هر برنامه کامپیوتری توش باگ هست توش اشکالات هست این باگ ها این اشکالات بعض وقت به صورت فاشیسم وجود میاد خودشون نشون میده بله. راسیسم خودشون نشون میده انواعی از کمونیسم که در واقع هر گونه آزادی رو از افراد سلب میکنن خودشون نشون میده در درون این خیلی اشکالات وجود داره خیلی تنوع وجود داره این نیست که فقط انتخاب باعث ب... این شده باشه, باشه. بسیار خب دو, 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 دو کلمه در تکمیل قضیه بگم بلد. که مثلا الان ما در ایران ظاهرا یک حکومت الهی معنوی مخ... ولی عملا شیفته تکنولوژی در بازش تکنولوژی نظامی و به حال انواع مختلف در بود تکنولوژی که در تکنولوژی بود تکنولوژی میخواد میخواد کاملا مدرن بشه ولی خب عناصر ایدئولوژی خاصی رو هم میخواد تحمیل کنه در این زمینه و با, 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 با هم اینا رو با هم جفت و جور بکنه خب بله. این نشون میده که در واقع به اون معنا گزینشی در کار نیست بلکه مجموعه نیروهایی که به هم فشار همین این مثال رو که میزنید این منظورتون اینه که نمیشه فقط در یک زمین مدرن بود باید گستره تر از این عمل کرد در مواجه با مواجه با مدرنیته من من هیچ بایدی به کار نمیبرم یعنی بله. قضیه از دست یک نیروهایی است که خیلی م. از اختیار بشری ما به یه معنای خارجن بله. ما ما فقط خداگاه باشیم من دوباره برگردم به بحث ایران شما بحث برنامه کامپیوتری رو گفتید خیلی مثال جالبی بودش به نظرتون بهتر نیستش به جای مبارزه با مدرنیته که الان توی بعضی از جوامع وجود داره مدرنیتر رو بپذیریم قبولش کنیم سعی کنیم اشکالاتش رو برطرف کنیم و اون وقت نسبت به جامعه اون نسبت به سنت و نسبت به دین اون رو اجراش کنیم در... بله به نظر در... من این مسئله الان وقتی بحث تجویزی میکنیم مثلا ما برای ایران چی میخوایم؟ خب ما برای ایران این چیزی رو میخوایم که خیلی راحته یه جامعه درست بکنیم که در این جووناش فرار نکنن برن توی ژاپن اونجا به کارهای مثلا بیکاریو به, بی بی به اینها دوچار بشن که بعدا باعث این راسیسم بشه اگر ما این نظامی درست کنیم که مردم خوشحال باشن از ایران فرار نکنن آزادی های باید به اینا بدیم الان این جایی که الان به علت مدرنیته همه میخوان آزاد باشن همه میخوان خودشون حتی اگر میخوان دینی باشن میخوان خودشون انتخاب بکنن که دینی باشن عمید. نمیخوان اگر که ما اینها رو ایجاد بکنیم اگر جامعه مرفعی باشه مردم فرار نمیکنن از مملکت برن م... و برعکس میشه اونهایی که فرار کردن الان در کشورهای مثل هند دارن بر میگردن موج موج افرادی که در قبل حتی یه نسل دو نسل زندگی کردن دارن بر میگردن ما وقتی که یک جامعه رو میخوایم درست کنیم که در این مردم مرفه باشن راضی باشن شاد باشن خوشحال باشن اینها رها نمیکنن برن خب این رو باید بکنید گذشته از این سوال اگر از شما پرسیده بشه خیلی خلاصه که چه عناصری از مدرنیتر رو شما اگر بخواید مدرنیتر رو بومی بکنید برای ایران چه عناصریش رو کنار میگذارید اینها چه هستند من همون بر حال تبختر مدرنیتر رو دوست ندارم این ای که به این معنا که مثلا فرض کنید که در انهای مختلف حکومت های پوزیتیویستی یا حکومت‌های در آمریکای لاتین یا در حکومت‌های کمونیستی یا در ابتدای ان... انقلاب فرانسه که خودشون رو نحوه فکر خودشون رو میخواستن غالب بکنن و هیچ تکسری رو در جامعه نمیپذیرفتم یا اگر میپذیرفتن با دیده تحقیر بهش نگاه میکردن این رو دور اون, چیزی رو که من میخوام از مدرنیتی در ایران باشه مردم سالاری حقوق انسان حقوق بشر هستش و البته اون جنبه های تکنولوژیک اینا رو که دیگه بحث نریم همه میخوام مدرن همه تو ایران میخوان ایران از نظر تکنولوژیک به مثلا تکنولوژی اتمی دست پیدا بکنه هیچ اختلافی بین نه. گروه های مختلف نیست اونی که هست این هستش که ما باید اون جنبه هایی از مدرنیته رو که الان خود در تجربه غرب هم کنار گذاشته شده ما اونها رو دیگه لازمی دوباره چیز بکنیم تکسر فکری باید باشه تحمل فکری باید باشه مذهب و دین و معنویت یه چیز داوطلبانه باید باشه و یه چیزی باشه نتیجه عملیش هم این است که مردم خوشحالن در بلد. کشور خودشون میمونن م... می و پس زندگی آقای آشوری هم خیلی خلاصه شما اگر بخواید مدرنی تر رو بومی کنید چون به حال از این گریزی نیست که ما میخوایم راجب به روی کردمون به مدرنیته فکر کنیم و اونجاست که راجب به ها صحبت میکنیم توصیه ها و نسخه ها شما اگر بخواید مدرنیته رو بومی ایران بکنید چه چیزهایی چه عناصریش رو دور میندازید بله این در این تجربه های گوناگونی که حجوم بقیه بشریه دنیای پیرامونی نسبت به مرکز که دنیای اروپای غربی باشه تجربه های خیلی متفاوتی شد دیگه و بعضی تجربه های هولناک مثلا از نوع تجربه‌ای که در روسیه مثلا اتفاق افتاده جم. و حالا بعد از همه این حرف ها رسیدیم به اینجا که بالاخره اول دنیا صنعتی به حال دنیایی که ضروری و ازش گریزی نیست ولی متناسب با اون ساختارهای اجتماعی حقوقی سیاسی لازم است که همین فردیت و ارشواد که حقوق حقوق بشر و رو اینها رو رعایت بکنه و اینا چیزایی است که شما توصیه میکنید نگه داریم چه چیزهایی از مدرنیته رو سعی میکنید کنار بگذارید از تجربه مدرنیته ای که یه بخش اساسیش مثلا اون حجوم به طرف طبیعت و اشغال طبیعت و استثمار طبیعت به نحوی که از قرن 19 با انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و فاجعه هایی که به بار آورده اینها رو خب احترام به محیط زیست بله مساله این تکنولوژی سبز اینها یک بخش اساسی است که امروز خب همه همه عالم با باش رو به رو هستند و بعد هم این دنیای مصرفی با, با, با مقیاس امریکایی و با مدل امریکایی مدل خطرناکی است برای کل بشریت و برای کل عالم طبیعت که خب ولی مدل مدل کم و بیش حاکم جهان امروز هست که باید در به اینها هم تجدید نظر باشه بسیار خب به پایان برنامه این هفته پرگار می رسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانان برنامه داریوش آشوری احمد صدری تاهر شاران و سعید آزیش این برنامه را روی وبسایت ما هم می ببینید به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده اگر نظری دارید حتما از طریق همین وبسایت برای ما ایمیل کنید شب بر همگی شما خوش